یکی از تازه ترین کارهای مصطفی هروی موزیک ویدیو تورنج محسن نامجوست. اول بخشای از این موزیک ویدیو رو میبینیم و بعد برمیگردیم برای ادامه سوال‌ها. خیلی از موزیک ویدیوهای تورنج ایراد گرفتن و گفتن میتونستی با توجه به معنای عمیق شعر داستان عمیق‌تری ارائه بدی، ولی این کار با اینکه شروع قشنگی داره و از لحاظ تکنیک‌های هنری غنیه ولی فاقد داستانه. نظر خودشو در این مورد میشنویم. من تو کارم هم تکنیک یا همون چیز فنیش خیلی مهمه، هم داستان، یعنی هر دوتاش برام مهمه. و در مورد تورنج و باقی کارا من میتونم اینجوری بگم که کارا رو میشه به دو حالت تقسیم کرد. یک حالت است که من یک چیزی کار کردم و یک داستانی رو بیان کردم که این داستان دقیقا داستانی است که بیننده‌ام میخواسته ببینه و باهاش میتونه ارتباط برقرار کنه و اون داستانی که من میخواستم بیان بشه در اون حالت، و حالت دوم داستان یا کاریه که کارو من ساختم ولی داستان به برداشت بینندم ربط داره و میتونم بگم که هر بینندهی برای خودش یه داستان داره و من اینطوری با یه کار برای هر بینندهی یک داستان به وجود آوردم. از مصطفی پرسیدم دغدغه‌هاش به عنوان یک ایرانی و کسی که فضای ایران رو تجربه کرده چه تأثیری روی نگرش هنریش گذاشته. دغدغه من به عنوان یک آرتیست خب تأثیرات زیادی داشته، اومدن به اینجا و کار کردن در اینجا. من حقیقتش دوست دارم که فضای ایران رو با فضای این ور همیشه یک طورایی ترکیبش بدم، ترکیب مثل این اتفاق که افتاده، و این ترکیب رو دوست دارم برای دو طرف قضیه قابل شناخت باشه. یعنی اگر یک بیننده اروپایی به کارام نگاه کنه همونقدر برداشت و رابطه برقرار کنه که یه بیننده ایرانی هم میتونه اون برداشت و اون رابطه رو برقرار کنه. در اصل میتونم بگم من دلم میخواد بین اروپا
و ایران توی کارام یک پل به وجود بیارم که این پل باعث بشه که بیننده اینوری بیاد اونور و بیننده اونوری بیاد اینور، یعنی از اینور آب برن اونور آب، از اونور آب بیاد اینور آب. مصطفی هروی آزادی زن از لحاظ فکری و جنسی و کلا هویت زن رو دستمایه چند تا از آثارش قرار داده، از جمله شام و کتیبه. The Supper و یا همان شام از جمله فیلم‌هایی بود که بسیار مورد تحسین قرار گرفت و در جشنواره فیلم‌های ایرانی در هلند نیز به نمایش درآمد. به بخشی از این فیلم‌ها نگاه می‌کنیم و توضیحات خود مصطفی رو در این رابطه می‌شنویم. در کارهای من زیاد دیده میشه و خواهد دیده شد. اون فضایی که تو کارهای من میبینی یه جورایی ربط داره به گذشته من و اون احساسهای من نسبت به زن، و این برمیگرده به اون رابطه من و مادر و خواهرانمه که الان در قالب این کارها دیده میشن، و میتونم بگم که اون آزادی که من تو کارها میخوام نشون بدم یه نوع آزادیه که من امیدوارم یک روزی در خود ایران به وجود بیاد که این احساس رو زنهای ایرانی خودشون داشته باشن. مرد من در زمان خواهم خود زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خود خواه زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خود زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم توجه به اینکه بیشتر کارهای مصطفی هروی روی اینترنت دست به دست میشن و کلا کامنت زیاد دریافت میکنه، ازش پرسیدم سلیقه و دید مخاطب و واکنش‌های اونا چه تأثیری روی کارهاش میذاره. معمولا دو حالت دارن این کامنت ها. یه مدلش هست که خیلی تعریف و تمجید شده و من تشکر میکنم از این دوستان که لطف دارن و همچین کامنت هایی میذارن، و یه مدل دیگه‌اش هست که کامنتیه که معمولا کامنت دارم واقعا کار رو اومدن نقد کردم، و یه مدل کامنت هم هستش که اومدن فوش دادن بدون اینکه حتی هیچ نقدی باشه و مستقیم قشنگ فوش داده شده. من حق دوستانم میدونم که اینا حق دارن و میتونم بیان فوش بدن، و فوش دادن خیلی خوبه چون به خاطر اینکه این نشون دهنده اینه که اون کار مورد توجه ایشون قرار گرفته و ایشون به اون حد رسیده که ترجیح داده فوش بده. و تنها چیزی که میخوام بگم به این دوستانی که فوش میدن، من ممنونم از شما که میایین کارا رو میبینیم و فوش میدین، ولی خواهشان لطف کنید حداقل یه مقدار اینو منسجم ترش کنید که حداقل یک حرکت سازنده هم ولی من سازنده باشه که در کارهای بعدیم طوری باشه که این فوش بهتر بشه، یعنی فوش شما یا فوش شما بهتر بشه از نظر کوالیتی یا کار من بهتر بشه. در آخر ازش پرسیدم واقعا چرا باند پیچی شده، اینطور جوابمو داد: من
هست آجی.